اینجا گلخونه صنعتی گل رز هلندی هستش. ما این گلا رو به صورت پیوندی هستن که میاریم میکاریم تو اینجا. این باکس هایی که هست توشون خاک نیست، نیست که درخت نارگیل یا همون کوکوپید با این دانه های سفید که پرلیت هستن، یعنی سنگ آتششونی، به طور تنظیم میکنیم اینا رو، بذاریم تو این جعبه ها. بعدی بوتمون میکاریم داخل این باکس. فرق این چیه با خاک معمولی؟ این بوته اگه تو خاک معمولی باشه بین 5 تا 6 ماه طول میکشه که رشد کنه، ولی اینجا بین تقریبا 40-50 روز طول میکشه که این گل رو بده به ما. ما سعی میکنیم ببینیم مثلا مناسبت هایی که داریم، روز مادر هستش، والنتاین هستش، ایام عید هستش، مناسبت های خاص هستش، اونجا تنظیم میکنیم. مثلا این گل بین 35 تا 40 روز طول میکشه از جوانه ای که میزنه تا اینجا ثمر بده به ما. ما هم میایم تنظیم میکنیم که 50 روز قبلش هرس میکنیم، یعنی دور این توقع رو خالی میکنیم، برگای ضعیف رو در میاریم اینجوری. وقتی دور توقع نور بخوره باعث میشه که جوانهای جدیدی بذاره. از این روزی که هرس میکنیم ما بشیم هرس تا گل برسه به این مرحله میشه 40 الی 50 روز. تنظیم میکنیم که مثلا برسه به شب مادر، روز مادر یا والنتاین یا ایام عید، اون مناسبت خاصی که داریم. عرضم به حضور شما که فرق گل‌های صنعتی و سنتی در آب و هوای گلخانه ای است. ما اینجا یه فضای به وجود آوردیم، فضای گلخانه ای بهش میگن، در صورتی که گل‌های بیرونی نه، طبیعی هستن، آب و هوای طبیعی هستن. آب و هوای طبیعی خود به خود حشرات از بین میرن به مرور زمان یا نهایتاً یه سمپاشی، ولی اینجا چون ما فضای بهاری به وجود آوردیم و حشرات هم معمولاً تو فضای بهاری فعالیت خودشون رو انجام میدن. مثلا یه حشره‌ای داریم به نام تریپس که قشنگ روی کله گل اثر میذاره، کله گل از کیفیت میندازه. یه حشره‌ای داریم به نام کنه که برگ گل رو خراب میکنه، به مرور زمان گل خوش میکنه، آب گل رو میخوره. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید مرتب سمپاشیمون رو انجام بدیم. در صورتی که گل‌های صنعتی فقط یه بار در طول سال سم کنه میزنن، ولی ما شاید هفته یه بار رو باید سمپاشی بکنیم و به شدت و هزینه زیادی هم داره. پس مجبوریم با این فضا مقابله کنیم و اگر بودیم سمای حشره‌کشمون رو به مرتب انجام بدیم. وقتی میاد تو زمستون رطوبت هوا که بالا میشه، مخصوصا تو خوزستان، مریضی به نام قارچ تولید میشه که ساقه گل سیاه میکنه یا کله گل خراب میکنه. تقریبا هر 10 روز یه بار ما سم قارچ‌کش میزنیم. از لحاظ تغذیه گلای صنعتی، چون گلای سنتی تو خاک کاشته میشن، خاک خدا خو همه چیزا رو داره، عناصر رو داره، ولی اینجا ما تو این خاکمون کوکوپیت و پرلیت. کوکوپیت یعنی پوست درخت نارگیل، هیچ گونه خاصیتی نداره، یعنی اگه گلو بکاری داخلش آب خالی بهش بدی، علاوه بر اینکه رشد خاصی نمیده، به مرور زمان خوش میکنه. پس ما مجبوریم که کار کنیم تمام عناصری که هستن توی خاک به صورت مصنوعی درست کنیم، مثل روی منگنز، سدیم، پتاسیم، همه اینا رو اونجا هر چیزی طبق برنامه غذایی که لازمه درست میکنیم. تو منبع آبی که الان دیدید از اونجا از طریق پمپاش توی این تیپ های آبیاری به صورت قطره چکان میفتن پای بوته ها. هر تقریبا 2 ساعت یه بار آبیاری شروع میشه، آب و کود قاطی میشه. تقریبا روزی 5 الی 6 بار ما مرحله آبیاری داریم، هر سری هم 2 دقیقه. تقریبا هر روزی 15,000 لیتر این گل باید آب بخوره. این پوست درخت نارگیل چون سبک هستش و ریشه گل خیلی سریع توش کار. الان من شما نگاه کنید، من دستمو که فشار میدم دستم چقدر راحت میره داخل این مواد، ولی اگه خاک باشه، چون خاک سفت میشه مخصوصا زمستون، ریشه به سختی داخلش کار میکنه و هرچی ریشه بیشتر کار کنه گل بیشتری میبینه. الان این قلمه هایی که دارید نگاه میکنید و اینا تقریبا 2 ماهی است که کاشتیم. بعد از 2 ماه ببینید ما داریم ازش گل میچینیم، در صورتی که گلای سنتی وقتی این قلمه رو کاشتی سال دیگه ازش گل میچینی، چون ریشه داخل خاک به سرعت اینا رشد نمیکنه. هرچی ریشه بیشتر کار بکنه گلدهی ما بیشتره.